و عرشبت که منسوخ کردن تکالیف، وضعی کردن حقوق، مسئولیت رو در برابر حق نشاندن و از تقدم حق بر مسئولیت سخن گفتن، شخصی کردن اخلاق، خصوصی کردن همه چیز از صنایع تا دین، حتی دینم باید تبدیل بشه به یک امر خصوصی که ربطی به مسائل اجتماعی حکومتی و امور پابلیک به اصطلاح نداره. و این همون مباح کردن در واقع همه حدود است که با تعابیر مختلفی ازش خودشون تعبیر کردن. و اتفاقا عرضمو با این تعبیر ختم بکنم که در مهم مورد همین آقایون کردن، اینا راجع به انقلابیون و عدالت خواهان عالم و راجع به کسانی که دنبال الگوهای علوی هستند تصریح کردن که میگن اینا، این عدالت خواهان و انقلابیون بی خودی آمدن مسائل کوچیکو دارن بزرگ میکنن، اینا میخوان توی یه لیوان آب شیرجه برن و الا کیه که نفهمه یک گسست طبیعی به وجود آمده بین جهان مدرن و سنتی به تعبیر آقایون، و این اقتضا میکنه که مدرن ها سنتی ها رو ببلعند و اگر سنتی ها مقاومت بکنن یاغی هم و باید دریده بشن. اینا میگن ما وارد این زیست جهان جدید شدیم، یعنی روشنفکران وابسته به تفکر در داخل هم همین تبلیغو میکنن، میگن این یک زیست جهانی است که درش دیگه همه چیز مشکوکه، همونطور که گفتم احتیاج به سوپرمن نداره، قهرمان نمیخواد، صلاح و فساد توش دیگه معنی نداره، همه چیز، همه ارزش‌ها نسبی و فردی و قراردادی است و گفتمان سعادت، حقیقت و عدالت میگن دورانش گذشته، جاشو داده به گفتمان سود، امنیت و لذت، و این میشه جامعه باز. چون جامعه فضیلت مدار در نگاه اینها جامعه بسته است و جامعه غریزه مدار جامعه باز هست. بله آقای رحیم‌پور، من خدمت شما هستم. یه سوالی رو من موقعی که شما فرمایشاتون رو داشتید ارائه می‌فرمودید یادداشت کردم، نمیدونم چقدر با بحث ما هم مسیر هست، اگر ایرادی داره شما تصحیح بفرمایید. ببینید زیاد تکرار میشه، ما این برون بر تو این مجموعه که خودمون هم شرکت میکنیم زیاد میشنویم که طرز تفکر امام علی علیه السلام که به فرمایش شما و به واقع معطوف به عدالت هست، یک طرز تفکر ارزشیه، ولی چقدر با شرایط روز ما سازگاری داره؟ یعنی واقعا این شرایط رو میتونیم الان بیایم با همون طرز تفکر اداره بکنیم؟ حالا یکی دو تا نکته به ذهنم رسید خدمتتون عرض میکنم. آیا شکست امیرالمؤمنین، اگر تعبیر به شکست درست باشه، به خاطر همین ارزشی فکر کردن امام علی علیه السلام نبود؟ معاویه میدونید 20 سال حکومت کرد آقای رحیم‌پور، و خب میدونید پایه های حکومتش هم بر عدالت و اینها نبود، یک پایه های داشت بر اساس فساد و قدرت و زور، و ولی 20 سال حکومت کرد. ولی حکومت امام علی علیه السلام که معطوف به عدالت بود، طرز تفکر امام علی که معطوف به عدالت بود، بیش از 4-5 سال نتونست دووم بیاره. حالا نمیدونم، شاید سوال اصلا نه، بسیار سوال مهمی است و اتفاقا این سوال زیاد گاهی پرسیده میشه. اول یک نکته‌ای که ممکنه منشأ سوء تفاهم باشه باید روشن بشه، و اون این که وقتی از حکومت علوی و مدیریت علوی یا گفتمان علی در باب حکومت بحث میشه، معنیش نیست که بدون هیچ اجتهادی این امر صورت بگیره. بله. و ثابتات و متغیرات گفتمان امیرالمؤمنین از همدیگه تفکیک نشه. همینطور معنیش این نیست که چون این توقعی است که کسانی مثل علی و علیوار حکومت کنن. خود حضرت امیر فرمود شما هیچ کدومتون نمیتونید مثل من باشید، ولیکن اعینونی، کمکم کنید، سعی کنید این الگو پیش چشمتون باشه. اما اینکه فرمودید که علی شکست خورد یا پیروز شد، من فکر میکنم پاسخ این سوال خیلی بستگی داره به تعریف شما از موفقیت و شکست. علی به چه معنا شکست خورد؟ از حیث معنوی و انسانی علی شکست خورد، از حیث برد تاریخیش علی شکست خورد. یه قضیه آقای مطهری نقل میکنه در یکی از آثارش، میگه زمان شاه یکی از آقایون رفته بوده، مشکلی داشته، رفته بوده بالاخره خودشه با یه جوری با پارتی چیزی رسونده بوده به یکی از وزرای اون زمان، بعد برای که مشکلش حل بشه یا حقی ناحق شده بوده چی بوده، یه تیکه از عهدنامه مال کشتار نوشته بوده رو کاغذ، میاره به این وزیر یا یکی از صاحب منصبان اون دوران بوده نشون میده. این آقا اون رو نگاه میکنه، بهش میگه که این چیه؟ میگه این عبارات امیرالمؤمنین در عهدنامه مال کشتار که به مسئولین در حکومت، کسایی که متولی امرن، آموزش میده که چجوری به مردم و به حقوق مردم احترام بگذارید. اون بنده خدا، اون وزیری که اونجا بوده، ناراحت میشه و بهش میگه برو بشین یه گوشه. ایشون میره میشینه اونجا، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت میگذره، همه مراجعین میرن، حتی آبدارچی اون تشکیلات میاد و میبند و میخواد جارو کنه بره دیگه. اون آخر آخر این آقا میگه آقا من اونجا نشوندی، خب جواب منو بده. میگه بیا اینجا. میاد بهش میگه اینایی که به من دادی علی خودش به اینا عمل کرده یا نکرده؟ میگه چرا عمل کرد؟
میگه خب برای همین شکست خورد. وقت جوابی که آقا بهش میده اینه، میگه تو چرا این حرف رو تو 4 ساعت منو معطل کردی تا همه برن بعد به من گفتی؟ چرا؟ علی 1300 و چندی ساله که رفته نیست، بعد از 1300 و خورده ای سال تو میترسی حتی جلوی آبدارچیت این جمله رو به من بگی، میذاری همه برن آبدارچیتم بره تنهایی یواشکی بیخی گوش من میگی که علی شکست خورد. حالا علی شکست خورد؟ این شکسته که یک کسی بعد از 1300 و اندی سال بعد از اینکه از این عالم رفته هنوز تو که همه کاری حکومتی میترسی جلوی چند نفر ارباب رجوع حتی آبدارچیت بگی که علی شکست خورد. پس ببینید از حیث معنوی و انسانی و تربیتی که علی شکست نخورده. حتی من به شما عرض کنم برخلاف هیچ که تو ذهن هاست که علی به عشبت فونکسیون حکومت خودش رو نتونست درست ادا بکنه، اینم نیست. حضرت امیر من این روایت رو که در کتاب، حالا روایتی که میخونم بخشش از نهج البلاغه است، در شبهای آینده بخشم از کتاب الحیات هست، من جدا کردم از جمله این روایت که حضرت امیر اونجا میفرمان که ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما، فرمودن من در این دوره حکومت خودم اون جاهایی که دستم میرسید و اختیارات داشتم کاری کردم دیگه حتی یک انسان گرسنه و بی خانمان دیگه نیست. کجا علی شکست خورد؟ فونکسیون حکومت چیه؟ تامین امنیت و تامین معاش مردمه. حضرت امیر کارو کرد، خیلی موفق تر از دیگران. حکومت علی خیلی حکومت موفقی بود، با همین ملاک‌ها و استانداردهای مادی هم خیلی موفق بود. ایشون فرمود که در امروز در منطقه تحت حکومت من هیچ کس نیست الا ای که متنعمه، یعنی ما آدم گشنه بی خانمان مقوا خواب کنار خیابون خواب گرسنه دیگه نداریم. فرمود در منطقه تحت حکومت من ان ادناهم منزلتن، کسانی که سطح زندگیشون از همه پایین تره حتی اونا هم لیاکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات، یه سایه بالا سر دارن، یعنی یه خونه‌ای دارن، یه جایی دارن و عرشبت که از آب گوارا می نوشند و نان از بهترین گندم نان میخورن. یعنی توی حکومت من دیگه نگذاشتم کسی فقیر گرسنه و بی خانمان بمانه. چطور میشه به یه حکومت گفت شکست خورده؟ ثانیا من به شما عرض میکنم این شیوه های ماکیاولیستی و سکولاریستی که برای کسب قدرت و حفظ حاکمیت در دنیا اختراع و ابتکار میشه، کشف میشه، اگر موفقیت مادی هم اونا اسمشو میذارید موفقیت مادی مثل حکومت معاویه، موفقیت اولا منحصر است به طبقه حاکم، یعنی به معاویه و باندش، نه به مردم. کجاش پیروزی و موفقیت برای مردمه؟ و بعدم موقته، جوری که در طول تاریخ هم دیگه نمیشه اسم اونا رو برد، ولی اسم علی رو همیشه و همه جا میشه برد. حالا باید با این استاندارد باید قضاوت کرد که چه کسی شکست خورده و چه کسی پیروزه، و باید بنابراین وقتی که از توفیق و شکست حرف میزنیم باید ببینیم که اول باید بگیم که با کدام استاندارد داریم فکر میکنیم. با استاندارد عقلانی من عرض میکنم که چه در حوزه مادی و چه در حوزه معنوی علی بن ابی طالب پیروزه، برای اینکه حق و عدالت پیروزه و باطل عرضی و توفیلی است، نه حق. او دنبال این باید بیاد. اما اینکه چرا حضرت امیر به تمام اهدافش نرسید، این حرف درسته، این حرف درسته، امیرالمومنین به خیلی از اهدافش نرسید، اما نمیشه گفت حکومت علی شکست خورد. ولی میشه گفت که به بخش مهمی از اهدافش نرسید. اما که چرا نرسید، این توجیهش روشنه. امیرالمومنین وقتی اولا 2.5 دهه فاصله شد بین اون وقتی که علی باید به قدرت میرسید و اون وقتی که به قدرت رسید، در این 2.5 دهه چیزی حدود 25 سال که حکومت‌های غیر غدیری حکومت کردن بر جامعه اسلامی، خیلی فاصله گرفتن از اون چه که پیامبر بنیانگذاری کرده بود و قرار بود تو همون جهت پیش بره. این اتفاقات افتاد و اینا رو دیگه علی نمیتونست جلوشو بگیره. علی مسئول اعمال خودشه، مسئول اعمال دیگران که نیست. ارشاد که ایشان وقتی به حکومت رسید که تو اون چند دهه تغییراتی در جامعه اتفاق افتاده بود، اتفاقات مهمی پشت سر هم افتاده بود، اینها حلقه‌های واسطه‌ای شده بود برای اتفاقات بعدی، و ارشاد که استحاله‌های تدریجی، همین نام رو باید سریع هم به کار برد، استحاله‌های تدریجی در درون حکومت دینی، حکومت اسلامی همینطور روی هم انباشته شد کم کم. اول ارشاد که جز خصیصین، جز خود امیرالمومنین و اصحابشون، کسی متوجه نبود که این زاویه انحرافی که داره باز میشه بعد از رحلت پیغمبر 10 سال 20 سال 30 سال دیگه به کجا خواهد رسید. ولی علی بن ابی طالب همون موقع فهمید، حضرت زهرا صلوات الله علیها همون موقع میدونست که اومد تو خیابون 10 روز بعد از رحلت پیامبر، اومد در مسجد النبی اون سخنرانی آتشین رو کرد، برای که میدونست داره چه اتفاقی میفته که تا آخر امت اسلام چوب این اتفاق رو خواهند خورد. هر شود که ولی اون موقع خیلی البته متوجه نبودن که این منطقه به کجا خواهد کشید. بعد وقتی حکومت دست علی بن ابی طالب اومده، خب معلومه ایشون در اون دوره 4 سال خرده‌ای دیگه هر چه هم که سعی می‌کرد نمیتونست حاکمیت رو و اوضاع اقتصادی فرهنگی جامعه رو